یک میگه قزل زیرا از نظر سبک شناسی بررسی تحلیل من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی بله دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتم که چون این خوب چرایی آن است و زنختان سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست سر... سر خدایی به به میگه آن نه خال است و زنختان و در واقع چونه شد. سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست سر خدایی عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است میتونم در واقع این انگوش نمایی و سرزنش رو نمیدونم درویشی رو تحمل بکنم آسون کاری نداره ولی تحمل نکنم بار جدایی ازت نمیتونم دور باشم گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی بود گفته بودم بیای هر چی غم تو دلم وسعت میگه هم ولی چی بگم وقتی میاد دیگه هر چی غم دلم میری بیرون شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن چقدر جالب اینجا شم رو میگه این خونه باید ببری بیرون تو سرش رو ببری بکشیش چرا تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی و ویلا سعدی آن نیست که هرگز کمندت بگریزد که بدانست که در بند تو خوشتر ز این شعرهای روح پرور شیخ بزرگ سعدی این غزل از سعدی که در قرن هفتم بوده ایشون در واقع بوده قرن هفتم دوره های نخستین سبک عراقی است از این دوره غزل های عاشقانه و شورانگیز زیادی به جا مونده مولوی و عطار نیشابوری هم از دیگر غزل سرایان این عصر هستند پس غزلی بود در سبک عراقی سبک شناسی غزلی متعلق به سبک عراقی در غزل واجه هایی وجود داره که با معنا و کاربرد امروزی خود متفاوتن مثل چی کشتن به معنی خاموش کردن خوب به معنی زیبا ساخت افعال موجود در غزل بیشتر بر مبنای الگوهای تاریخی ندانستم در معنی نمیدانستم ماضی ساده است دیگه در معنی مازی استمراری اومده عیب کننده تحمل نکنم بگویم بگریزد مضارع ساده و التزامی در معنای مضارع اخباری اومده در برخی ابیات حذب داریم عهد نابستن از آن به است به غین معنوی چون بدانست که در بند تو بودن خوشتر است از رهایی و نحو جملات غزل کوتاه ساده است پیشیدگی هم که نداره در قلم روی ادبی واجه ها با هم خیلی متناسبن لحن و بیانمون آتفی است سرشار از احساس و کنایه های زیادی میبینیم در بند تو بودن عاشقت بودن دل به تو دادن عاشقت شدن انگشت نمایی یعنی مشهور شدن تابلو شدن یا استعاره هایی میبینیم مثل کمند و قم از دل بره و تشبیه بار جدایی جدایی مثل بار مجازهایی داریم شم خال سر زلف زنختان و اینا باعث برجست شدن این شعر شده توجه مخاطب رو کامل جلب میکنه در قلم روی ادبی بارسترین ویژگی قزل بیان عواطف شخصی شاعر این درونمایه تو قرن هفتم بسیار مورد توجه قزل سرایان بوده آسیب های اجتماعی وارد شده در دوران مغول باعث شده بود که تو قرن 6 و 7 مردم خیلی درونگرا بشن خیلی منزوی بشن و این انزواشون در قزلهای عاشقانه و عارفانه نمود پیدا کرده موسیقی شعر شعرمون ردیف نداره ولی واجه های قافیه بر اساس الگوی غزل و قاعده قافیه یکه یعنی الف در پایان واجه ها هر فصلی قافیه است پایه های آوایی شعر همسانه از تکرار چهار بار فعلاتون تشکیل شده زرباهنگ شعر کند و آرام با مزامین عاطفی است این ضرب آهنگ کند از توالی هجرهای کوتاه در کنار هم به دست میاد دو متن زیر را از نظر زیبایی شناسی بررسی بکنید سعدی میگه فراش باد سبا را گفته یعنی خداوند به باد سبا که مثل فراشه فرش گستره اضافه تشبیهی فرموده تا فرش زمردین به این فرش زمردین استاره از چمن زمرد سبز دیگه این خداوند با دستوری که با باد سبا میده این باد سبا در حال گستردن این چمنها و اون دونه هاش هستش دایه ابر بهاری هم اضافه تشبیهی ابر بهاری مثل دایه است که طفل رو نگه میداره بهش دستور داده خدا که بنات نبات رو بنات جمع بنته یعنی دختران نبات هم یعنی گل و گیاه دختران مثل گل و گیاه یعنی گیاه ها مثل دختران هم کچولو هن که در مهد زمین به پرورد زمین مثل مهده مثل گهوار است این هم اضافه تشبیهیه یعنی در واقع خدا داره به همه دستور میده که مثلا ابر بهاری بیاد بارون بریزه و این گیاهان در بیان بهار بشه همه جا قشنگ بشه زمین هم مثل گهواره اینا رو بزرگشون کنه درختان را به خلعت نوروزی خلعت به کادویی میگن که لباسیه که کادویی که در نوروز میدن میگه بهشون به درختا داره یه خلعت نوروزی میده حالا چی میده؟ قبای سبز ورق یه لباس سبز رنگی میخواد بپوشه به درخت ها سرسبزشون میکنه قشنگشون میکنه و اطفال شاخ را یعنی شاخهای درخت مثل اطفال اضافه تشبیهی به قدوم یعنی آمدن موسم ربی یعنی فصل بهار کلاه شکوفه بر سر نهاد شکوفه مثل کلاه میگه این درخت ها که شاخه هایی دارن شاخه هاشو مثل تفت میمونن کلاه شکوفه گذاشتن رو سرشون شکوفه ها رو درخت ها در اومدن همه جا خوشگل شده زیبا شده کلا داره میگه بهار همه جا رو قشنگ کرده وزن بیت رو میگه بنویسید زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد که خطی که از خیرت خیزت تو آن را از بنان بینی یعنی همه چی از اون خداست نه بنده خدا یه چیزی داری می نویسی عقلت داره دستور میده نه اینکه بگی من بنان نیست سر انگشت انگشتم داره می نویسه عقل داره دستور میده همه چی اون بالاست و وزن شعریمون رو چهار بار مفائیلون می دونیم ز یز دان دان نه از ارکان که کو تهدیدگی باشد که خطی که از خیرت خیزد تو آن را از بهنان بینی نونای بعد از مصوت بلندم خط میخورن دیگه و چهار بار کوتاه بلند 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 کوتاه بلند 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 تکرار شده یعنی مفایلون 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 از سنایی بود سوالت تکمیلی رو با هم دیگه ببینیم میگه در این بیت واژه سر به دو صورت حقیقت و مجاز به کار رفته مشخصش بکنید طاقت سر بریدن هم باشد یعنی طاقت اینو دارم که کلمو ببرن ولی از عشقم سر بریدن ندارم یعنی قصد بریدن ندارم پس سر دوم مجازن میشه قصد نیت سر اول حقیقت بود سر دوم قصد و نیت واژه مشخص شده در بیت زیر حقیقت یا مجازه در صورت مجاز بودن هم قرینش رو پیدا کن هم علاقه شو هم معنی مجازی شو چشم میگه اگر به ظلف دراز تو دست ما نرسد منظورش انگشت باشه دست مجازن انگشت حالا دقیقا با تمام کلمات غیر از دست که به عنوان قرینه به کار میره ما میفهمیم که این دست مجازن میشه سر انگشت و گناه بخت پریشان و دست کوته ماست شفتشون مجاز دارن دیگه دست تو مصرهای اول مجازن انگشت قرین بقیه جمله است علاقش کلی است چون انگشت یه جوزی از اون دسته دست مصرهای دوم هم دقیقا همینطوره قرینش هم کوته کوته ماست علاقه به کار رفته در کلمه سر تو بیت زیر چیپس میگه بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که قصه سر آید این بر سر آنم یعنی بر این قصد هستم بر این اندیشه و فکر هستم و علاقش هم کلی است و در واقع البته این رو بگیم علاقه محلیه درسته چون قصد و اندیشه محله در اون سر محل قصد و اندیشه هستش و علاقه علاقه محلیه است قرینه را در مجاز تعریف کنید نشانه است که ذهن را از حقیقت باز می‌دارد عین لفظ جمله کتاب تفاوت حقیقت و مجاز را بنویسید خب در حقیقت یعنی از لفظ همون معنی اصلی رو اراده می‌کنیم ولی تو مجاز قرینه‌ای وجود داره که ذهن انسان را از معنی حقیقی باز می‌داره و به معنی غیر حقیقی می‌رسونه در بیت زیر ایران در معنی نهاده خود به کار رفته یعنی حقیقی خود به کار رفته یا نا نهاده یعنی یا مجازی چرا؟ بر آشفت ایران خب ایران مجازن مردم ایرانه پس معنی نانهادشه و در واقع اون گرد برخواستن و آشفتن قرینه است که ذهن آدم رو میره میبره به سمت اینکه این ایران مجازن مردم ایران یا سپاهی های ایران بودن در بیت زیر سه واژه در معنای نانهاده به کار رفتن این سوال رو توی خدازمایی خود کتابم دیدیم واجه های دشت و شهر و جهان مجازن مردم اونجا ها هستند پس معنی نهاده معنی حقیقیه نانهاده مجازی در بیت زیر واژه بیت کاربرد مجازی داره معنی نهاده و نانهادش رو یادآور شوید سواله کتاب بوده به یاد روی شیرین بیت میگو خب بیت در واقع یک جزئی از شعره که تشکیل شده دو تا مسرائه. ولی اینجا معنی مجازیش خود شعره بیت مجازن میشه شعر معنی نانهادش میشه شعر واجه مشخص شده در بیت زیر حقیقت هست یا مجاز در صورت مجاز بودن قرینه علاقه معنی مجازیش رو بنویسید میگه برو هر میبایدت پیش گیر سر ما نداری سر خیش گیر خب سر اول مجازن میشه قصد و اندیشه سر ما نداری قصد ما رو نداری اندیشه ما رو نداری علاقش هم که محلیه است چون قصد و اندیشه محلش در واقع تو سر قرینش هم مضاف بودن سر به پایان رسید فصل دویم فصل سیوم سی همچنان باقی است امیدوارم که از فصل دوم لذت برده باشید تا فصل سوم خدای بزرگ می سپارمتون تا درودی دیگر به درود.